اعتراض‌های دانشجویی در تهران و اهواز، اعتراض و اعتصاب کارگران در قروه و بروجرد، اعتراض‌های مردمی در تهران، کرج، اهواز و زنجان، یورش وحشیانه دژخیمان به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داوودی، اعدام جنایتکارانه 4 زندانی در ارومیه. دانشجویان دانشگاه آزاد اهواز در اعتراض به گردانندگان دانشگاه و کیفیت بسیار پایین غذا تجمع کرده و صرف غذا در سلف سرویس دانشگاه را تحریم کردند. جمعی از مردم به ویژه دانشجویان در ترمینال آزادی تهران روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت به افزایش 50% کرایه‌ها اعتراض کردند. کارگران کارخانه فولاد زاگرس در قروه در استان کردستان روز چهارشنبه 24 اردیبهشت در اعتراض به انحلال این کارخانه در مقابل اداره کار رژیم تجمع کردند. انحلال کارخانه فولاد در حالی صورت می‌گیرد که 4 ماه از حقوق کارگران پرداخت نشده است. کارگران کارخانه های سنگبوری در بروجرد روزهای 20 و 21 اردیبهشت در اعتراض به قوانین ضد کارگری رژیم که توان تولید را از کارخانه ها سلب کرده اعتصاب کردند. جمعی از مردم کرج در اعتراض به فروش غیرقانونی اموالشان توسط اداره اماکن رژیم در مقابل این ارگان غارت و چپاول تجمع کردند. تاکسیداران زنجان روز دوشنبه 22 اردیبهشت در مقابل اداره تاکسیرانی استان تجمع و به گرانی بنزین اعتراض کردند. تعدادی از عطاری‌های تهران از جمله عطاری‌های میدان امام حسین و خیابان پلوچوبی روز دوشنبه 22 اردیبهشت در اعتراض به گران شدن گیاهان دارویی اعتصاب کرده و مغازه‌های خود را بستند. مردم شهرهای بیجار و دیواندره در استان کردستان در اعتراض به کمبود آب آشامیدنی سالم و احتمال جیره‌بندی آب در این استان روز چهارشنبه 22 اردیبهشت در مقابل اداره آب و فاضلاب تجمع کردند. خوندی روز شنبه 20 اردیبهشت به سلول زندانی سیاسی ارژنگ داوودی که مجدداً به زندان بندرعباس تبعید شده است وحشیانه حمله کردند. این یورش به فرماندهی جنایتکاری به نام بهرام کشتکار که از شکنجهگران این زندان است صورت گرفت. رژیم ضد بشری اخوندی سحرگاه چهارشنبه 4 زندانی را در زندان مرکزی ارومیه اعدام کرد. این اعدام ها که طی روزها و هفته های اخیر گسترشی بی سابقه یافته بیانگر وحشت اخوندهای حاکم از فضای انفجاری جامعه و به قصد مرعوب کردن مردم است.